سلام، من ویدا هستم. این اولین قسمت ایزی داری هست. اینجا اومدیم که افغان‌ها رو ملاقات کنیم و ازشون بپرسیم زندگی توی برلین چطوره و چطور میگذره. با ما باشید. چند وقت هست که توی برلین زندگی میکنی؟ از تقریبا 10 سال می. توی برلین تقریبا 7 سال میشه. نزدیک 8 سال. چند وقت هست که توی برلین زندگی میکنی؟ اول سلام، بعد سلام. من 22 سال برلینم. 22 سال اینجا زندگی میکنی. تقریبا از چند سالگی؟ من میخوام این سری مرا بپرسی. من تقریبا از سن 33 سالگی اینجا. اوکی. بعد همیشه اینجا بودین یا قبلا شهرهای دیگه هم بودین؟ یک 2 سالش براندنبورگ بودم، اما 20 سال مکملش برلین بودم. اونم شونفیلد بود، اونم برلین بود دیگه. اصلا نمیشه بیرون برلین بود. من خودم تقریبا 2 سال میشه، چون قبلا یک شهر دیگه بودم، بعد ترانسفر کردم خودم اینجا به خاطر کار و پدر مادرم هم که اینجا بودن. کدوم شهر بودین قبلا؟ شهر راتنو که متعلق به ایالت براندنبورگ میشه. بعد این مغازه رو که مال خودتونه، خانوادگی گرفتین، با هم تلاش کردین یا چه جوری؟ نه تنها. تنها. من از سال 2006 2006 بله زل بشندشم، خودم کار میکنم، تجارت میکنم. اینجا 2 سال آمدم، 2 سال و 1 ماه میشه. چند وقته که توی برلین زندگی میکنی؟ تقریبا 8 سال میشه. چند وقته که توی برلین زندگی میکنین؟ 7 سال است. من تقریبا 2.5 سال 3 سال میشه که در برلین هستم. بله. قبلش کجا بودین؟ پیش از یه من در هامبورگ بودم، در هامبورگ زندگی میکردم. بله، در هامبورگ بودم و 2.5 سال میشه اینجا هستم. شما اینجا مغازه خودتون رو دارین اینا، چجوری شد که این مغازه رو گرفتین؟ یعنی چه انگیزه ای داشتین؟ خوبه این مغازه اینجا؟ بله، دیگه امی چیز بر ما بهانه شد که اینجا اصلا لباس افغانا نبود، اصلا لوازم خانه و چیزا نبودک، به او خاطر ما خودم امی ایده در فکرم بود که باید یک مغازه داشته باشم لباس افغانی باشه. شوهر ما میخواست که یک کار درست اینجا داشته باشه، به مو خاطر دیگه هر دوی ما هماهنگی کردیم، گفتیم هم لباس افغانی باشه و هم قالین مبل و این چیزا. با چند وقت این مغازه رو داری؟ 2 سال است. چه احساسی دارین توی برلین؟ احساس خوب. چه احساسی دارین توی برلین؟ احساس خوب. دیگه بالاخره آرامشه، مثل افغانستان جنگ و خطر نیه زیاد. احساس خوبی داریم. خوش هست. چه احساسی دارین توی برلین؟ احساس خوبی داریم اینجا که هست دیگه، همشهری ها زیاد هستن، مثل همون بیشتر مثل افغانستان هست، مغازه ها کلن مردمش بیشتر به افغانستان نزدیک تر هست، چون مردمش زیاده اینجا، فارسی زبان ها منظورم هستش، دکان ها، مساجد، کلن خیلی چیزهای دیگه. یعنی اینجا احساس صمیمیت میکنه؟ بله، نسبت به اون شهری که بودیم اینجا بهتر است واسه ما، هم از نظر کاری هم که بگیم بهتر است، چون اونجا که بود درس خوندیم، یک ذره زبان یاد گرفتیم، بعدش دیگه رفتیم دیگه دنبال کار. چند وقت توی اون شهر بودیم؟ تقریبا 4 سال. چه احساسی دارین توی برلین؟ ولد برلین احساس امی است که امی افغانای ما و شما که اینجا است میای، وقت از یه بسیار خوش هستم که یعنی یک وقت یه طور بود که زیاد کس زود دیغ می شود به وطن، نه افغانه ما و شما کم بوده نه، و الان که هست کلی روز میشه اینجا دوستان میای و چه و مولا ما خوالا هیچ جیغ نمیشم، نه یک وطن است کس جیغ میشه، یکی است که افغانه که شما خودش اینجا باشه کلی روز صبح تا شام هم یک کم المانی کس یاد در ما خودش و هم پراموش کردم، یعنی از برکت افغانه کلی روز افغانه، یعنی خوب احساس میکنم که اینجا افغانه میه و ده دکان خودش مثل خودش که باشه. نو یعنی کلی بازار افغانه شده الان، بخی خوب احساس میکنم، خوش میشم. چه احساسی دارین تو برلین؟ احساس خوب. همگی مثلا دید و وادید دارن، افغانا بیشتر است، دیگه فروشگاه بیشتر است،
کارم است، اتوبوس ها، همه چیزش یعنی منظمتر و زیادتر از نسبت به دیگه شهرهای آلمان. چه چیزی رو توی برلین خیلی دوست دارین؟ بیشتر برلین مثل شهرهای دیگه نیه که زندگی خیلی ماشینی باشه، مهاجر بیشتره اینجا دیگه، زندگی راحته، خوبه. چه چیزی رو توی برلین خیلی دوست دارین؟ در برلین فرقیش خوبش هست، ترانسپورتش هنن هیه. چه چیزی توی برلین هست که خیلی دوست دارین؟ توی برلین همین که گفتم که اونجا قبلا تنها بودیم، اینجا که هست فامیل، بیشتر فامیلمون اینجا هستش، خویشاوندامون، پدر مادرم اینجا هستن، این از همه بهتر است واسه ما. و اینکه کارم میکنیم اینجا، دکانم که هست مال خودمون هستش. همه چی علی، یه چیزی وجود داره که خیلی زیاد دوست داری؟ نمیدونم، چیزی بعدم نمیاد. اما که مشخص چی رو دوست دارم، چی رو خوش دارم، نمیتونم بگم. چه احساسی دارین توی برلین؟ احساسی بدی ندارم، احساس خوبی دارم، احساسی بیگانگی نمیکنم. همین چون سال اول حتما مشکلات خود ما رو داشتیم، اما فعلا دیگه مشکلاتی نداریم، فکر میکنیم کشور خودمون مثل شهر خودمون شده. همه چیز رو دوست دارم. مثلا اینجا مردم خیلی نت هستن، مردمش از خیلی دوست دارم، بسیار رویه خوب دارم. یه بازاری مثلا این بازار ویتنامی ها که قبلا به اسم ویتنامی ها بود ولی الان مثلا مغازه‌های افغان هم اینجا هستن، مردم میتونن بیان خرید کنن هرچی که نیاز داشته باشن، بعد هم اینجا میتونن غذا هم میل کنن، غذا هم سرو میشه و اینکه خوبه، راضیم فعلا. ولاد برلین که ما دوست دارم، یعنی به حساب میگه که هوا و یا چی رکم در برلین امی خود دوست دارم که افغانا اینجا است و بسیار خوش هستم و هر طرف که میری افغانا است و دیگه طور یک چیزش نمیفهم که چی خوبش است، مثلا دیرکم است. باید چه چیزی رو توی برلین خیلی دوست داری؟ برلین دیگه خوب است که مثلا شلوغی است، کاری جز زیاد است، افغانا زیاد است، همه چیزایش خوب است. چه چیزی رو توی برلین زیاد دوست ندارین؟ چیزی نیه که دوست نداشته باشیم، همه چیز عالیه فعلا. تا حالا که همه چیز خوب بوده، زیاد ما نمیگردیم، صبح میایم سر کار تا بعد از ظهر دیگه، کار ما همیه فقط. چه چیزی زیاد دوست ندارین؟ خاص چیز نیست که شکایت کنیم. والا زیاد خوشمون نمیاد، خب به همین مشکلاتی که استرس هایی که مثلا بعضی از مهاجرا درست میکنن و اینا، بعد خب همه مثلا شبیه همن، همه مثلا شواتسه ها آقه دارن، بعد یکی که فعل انجام میده بعد بقیه هم مثلا همه رو به یه چشم میبینن و اینا. امیدوارم که چیزا کمتر پیش بیاد و دیگه مردم آلمان هم احساس بهتری داشته باشن نسبت به مهاجرا. چه چیزی هست توی برلین که زیاد دوست ندارین؟ توی برلین چیزی نیست که دوست نداشته باشیم. بله، همچی چیزی نیست، راحتیم اینجا. چه چیزی هست توی برلین که اصلا دوست نداری؟ من همه جاش دوست دارم. یه سختی یه واقعیت است که مشکلات وطندارای عزیز ما که است در هر جایی که باشند، تنها در برلین در او خفه میشم. واقعیت هر مشکل که یک افغان باشه داشته باشه، اوتومات کس افغان که باشه خفه میشه که مشکلات هست، در این شک نیست. چه چیزی رو توی برلین زیاد دوست ندارین؟ دمی ازگاه که میرم مثلا خیلی داخل اشتغاسوان شلوغ می باشه، امور دوست ندارم.
این نگاهی بود به افغانیش کمیونیتی توی برلین. به من که خیلی خوش گذشت، آدمای مختلفی رو دیدم، آدمایی که نگاه مثبتی داشتن، آدمایی که یکم بهشون سخت گذشته بود، آدمایی رو دیدم که اینجا خیلی خوشحال بودن، چون که خیلی آدم میتونه افغانهای زیادی رو اینجا ببینه و ملاقاتشون کنه، آدم احساس دلتنگی نمیکنه. به من خیلی خوش گذشت. اگه دوست دارین موضوعای بیشتری رو ویدیو درست کنیم، دربارش صحبت کنیم، کامنت بذاریم برامون زیر این ویدیو، خوشحال میشم. تا بعد.